سلام، درس 21 که شروع میکنیم به عنوان میوزیک. خب این درس رو تو کتابای قبلی هم داشتیم، پس درس آشناییه برای همتون. اینجا میخوایم یه سری موارد اضافه یاد بگیریم. Downloading and managing your music. خب دانلود کردن یعنی دریافت کردن از اینترنت و مدیریت موسیقی که حالا دارید. Downloading music as MP3 files is easy. خب MP3 که میدونید یه فرمت خیلی محبوبیه برای موسیقی ها. You can download a whole album or individual tracks onto your phone or computer. پس میتونید کل یک آلبوم کل یک آلبوم رو دانلود کنید و یا چی؟ تکاهنگ دانلود کنید. Individual track یعنی تکاهنگ توی گوشیتون یا کامپیوترتون. You can save your favorite albums and tracks in playlists so you can find them easily. Playlist یعنی یک لیست پخش دیگه. برای خودتون لیست پخش درست کنید و اون چیزایی که دوست دارید و پشت سر هم بذارید که هر موقع بخواید راحت پیداشون کنید. You can sync. Sync که کاملش در واقع میشه synchronize. You can sync the music files on your computer with your phone. میتونید اینا رو با هم چیکار بکنید؟ Sync کردن یعنی اینکه هماهنگ بکنید. مثلا فرض کنید بریزیدش روی چه میدونم یه فضایی، بعد بتونید اونو به اشتراک بذارید که هم رو گوشیتون داشته باشید، هم رو MP3 پلیرتون داشته باشید و از این دست. یعنی همه اینا توی یک منبع باشن و اینا رو با هم هماهنگ کنید. اینجا هم گفته the music files توی اینجا ببخشید have exactly the same files and data on more than one device. یعنی اینو در یک منبعی بذارید که بعدن بتونید تو دیوایس های مختلف همش رو با هم داشته باشید. You can also stream music from the internet or from your computer to other rooms in your home if you have the right equipment. Stream یعنی در لحظه یه چیزی رو دیدن یا شنیدن. حالا اینجا برای موسیقی گفته، برای فیلم هم میشه. مثلا اصلا به سرویس هایی مثل نتفلیکس میگن streaming services. یعنی شما آنلاین اینو نگاه میکنید. دانلودش نمیکنید. همونجا ریل تایم به قول معروف میبینید. حالا هم میتونید رو کامپیوتر بکنید، هم میتونید تو خونتون مثلا اگه تجهیزات کافی داشته باشید میتونید تو مثلا چند تا دیوایس یا تو مثلا 4 تا تلویزیون اگر دارید تو خونه میتونید یه فیلم از یه جای مختلف پخش کنید، تو 4 تا اتاق مختلف پخش بشه. خب بخش بعدی a typical rock band. یادتونه دیگه یه بانده، یه در واقع بند راک typical معمولی، یه چیزی که از راک انتظار داریم. بند هم یادتونه دیگه به گروه موسیقی میگن، بعد نمیگیم میوزیک بند چون اون موسیقی در خودش هست. در واقع وقتی میگیم بند یعنی بند موسیقی یا گروه موسیقی. این تصویر رو نگاه کنید، این داره گیتار بیس میزنه. بیس تو فارسی ما اینو میگیم باس، ولی حواستون باشه تو انگلیسی بیس هست. خب البته به نظر میاد این یکی داره گیتار بیس میزنه، ولی حالا این خواننده است. سینگر درامز، به این مجموعه میگیم درامز، اشتباهی نگید درامز و نوازندش هم میشه درامه. و کیبورد حالا اون چیزی که تو فارسی به اشتباهش میگیم اورگ، ولی کیبورد در واقع به صفحه کلید میگه. در واقع پیانو هم یه جور کیبورده، اینی هم که شما میبینید اسمش کیبورده نه اورگ. اورگ اصلا یک ساز دیگری است، یک چیز دیگه است، ساز خیلی بزرگی که بیشتر هم کاربرد مذهبی داره. خب حالا اینجا رو داره توضیح میده. She is lead singer یعنی خواننده اصلیه. Lead singer in a rock band. One of her brothers plays lead guitar. نوازنده اصلی گیتار، مثلا ملودی اصلی رو این میزنه. And her other brother is a keyboard player. نوازنده کیبورده، این همون حالا اورگ به قول معروف. So it's a real family band. Family band هم یعنی باند گروه موسیقی. من میگم باند چرا؟ گروه موسیقی که به صورت فامیلی داره میشه، یعنی توشون اکثرا با هم روابط داره، خانوادگی داره. What would you rather play in a band? Drums or bass? شما کدوم رو ترجیح میدید توی گروه موسیقی بزنید؟ Drums یا bass? I could never be a drummer.
من هیچ وقت نمیتونم یک نوازنده درامز باشم. But I think I could become a fairly good bass guitarist. Bass guitarist یعنی نوازنده گیتار بیس. خب بخش بعدی types of music. My family all have different tastes in music. یعنی سلیقه موسیقیشون فرق میکنه. تیست وقتی در اتاق غذا اینا صحبت میکنیم یعنی مزه کردن ها. اینجا به معنی سلیقه است. My sister Nikki loves classical music. موسیقی کلاسیک که معمولا به موسیقی کلاسیک غرب گفته میشه. دقت کنید ما موسیقی های کلاسیک دیگری هم داریم. مثلا موسیقی کلاسیک ایرانی که خیلی ها به اشتباه بهش میگن موسیقی سنتی. ولی اگر گفتیم کلاسیک و توضیح دیگه ای نیاوردیم منظور موسیقی کلاسیکی که در اروپا یا غرب به طور کلی در امریکا هم هست، امریکای شمالی. اما سایر موسیقی ها را مثلا باید بگیم ایرانیان کلاسیکال میوزیک، در واقع موسیقی کلاسیک ایرانی یا به اشتباه موسیقی سنتی. در ادامه داره که My uncle Ben's a folk fan. folk به معنی محلیه. در موسیقی ها، در دنیای موسیقی به folk میگیم محلی، موسیقی محلی. And my father loves jazz. موسیقی جاز که موسیقی است اون وطن بر مبنای بداهه نوازی و مرکزش هم مرکزی که الان امریکاست ولی خواستگاهش در فرانسه است. I like R&B. R&B مخفف ریتم اند بلوز. ریتم اند بلوز بس همه بهش میگن R&B. ببینم اینجا نوشته یک، بله ریتم اند بلوز اینجا ببینید. Originally a black American from a form of ببخشید من بد خوندم مثلا. Originally a black American form of blues music with a strong rhythm. حالا اینکه موسیقی بلوز چیه دیگه بگذاریم دیگه، یک شاخه ای از موسیقی است. I like R&B and hip hop. هیپ هاپ اون موسیقی است که ما معمولا به عنوان موسیقی رپ میشناسیم. در صورتی که اسم درستش موسیقی هیپ هاپ هست، رپ به اون شکل خوندن میگن. I even compose a bit of rap myself. رپ یعنی یک موسیقی رو بیشتر بر مبنای ریتم جلو برید دیگه، به صورت صحبت کردن. یعنی ریتم در رپ مهمتره تا ملودیش. My older brother is into the Beatles and other 60s music. وقتی شما میگید I'm into something یعنی بهش علاقه داریم. میگه My older brother برادر بزرگم is into یعنی علاقه داره به چی؟ به بیتلز که یه گروه راک بریتانیایی بود. البته من هستن البته دیگه خیلی پیرن دیگه. And other 60s music. و 60s یعنی وقتی بغل یک عددی اسمیاد مربوط به سال منظور اون ده هست، دهه 60 داره میگه، دهه 60 میلادی دیگه طبیعتا. My mother loves film soundtracks. موسیقی فیلم، فیلم soundtracks یعنی موسیقی که در فیلم پخش میشه. But I just find them uninteresting. برای من جالب نیست. One type of music I can't stand is the canned music you get in supermarkets and airports. It drives me crazy. قبل از اینکه اینو بگم بیم سراغ این، اگر بگید یه چیزی رو I can't stand یعنی اصلا نمیتونم تحملش کنم، اصلا برام جالب نیست، اصلا حال نمی کنم باش. و canned music، can یعنی چی؟ can به قوطی میگن دیگه. مثلا غذا رو شما میگید لوبیا مثلا میبینید تو canه. خب اینجا منظورش موسیقی مصرفی هست، اصطلاح تخصصی موسیقی داناست. موسیقی مصرفی منظورش به چه موسیقیه؟ این موسیقی هایی که مثلا میرید تو فروشگاه میبینید همینجوری تو بک‌گراند یه چیزی پلی میشه، به اینا میگن canned music. موسیقی که فقط صرفا پخش دیگه، هیچ چیزی به درد بخورم که پخش نمیکنم. بریم بخش آخر، collocations for musical activities. خب یه سری از collocation ها توصیه میکنم که بخش میوزیک در دوره اول collocation رو بخونید، چون کلی چیز به مطالبی که اینجا یاد گرفتید اضافه میکنه. She plays the guitar but she doesn't read music. میگه که اون گیتار میزنه. یادتون باشه که همه ی آلات موسیقی باید قبلش the باشه. The guitar, the piano، هرچی. اصلا ایرانی هم میخواید بگید باید بگید the tar،
د سنتور مثلا یه همچی ده رو دارن همشون. اما موسیقی نمیخونه. یعنی چی؟ یعنی عروش نمیخونه، بلد نیست، یا حالا یا بلد نیست یا نمیخونه که بتونه نوت بخونه، رپرتوار رو نمیتونه. ببخشید گفتم رپرتوار، پارتیتور. البته اون رپرتوار یه چیز دیگه. She plays by ear، یعنی گوشی میزنه. Plays by ear یعنی گوشی زدن، میشنوه، گوشش خوبه مثلا میزنه. She's got a good ear، یعنی گوش خوبی داره، گوش موسیقایی خوبی داره. یعنی گفتم informale دیگه، این حالت چیزه. یه نکته بگم به اونایی که گوشاشون خیلی خوبه تو موسیقی، میگن perfect pitch. آدمی که گوش، اصطلاحا ما تو فارسی میگیم گوش ابسولوت داره، یعنی یه توانایی خدادادیه. آدمایی که صداها رو میتونن مثل من و شما، حالا من که این یکی هم ندارم، یعنی مثلا شما رنگا رو میبینید اصلا تشخیص میدید. کسایی که پرفکت پیچن صداها براشون اینجوریه، یعنی صداها رو میتونن تشخیص بدن. خیلی نکته خاصیه در موسیقی. مثلا کسی که اینو داره واقعا یه جور دیگه موسیقی رو میشنوه. She can pick out a tune. To pick out، pick out یعنی گرفتنش، میتونه سریع موسیقی رو بگیره. Pick out a tune on almost any instrument، یعنی گوشش انقدر خوبه که سریع میگیره، یه فرق نمیکنه با چه سازی بزنن اون ملودی رو سریع میگیره. تیون هم در فارسی ما بهش میگیم نغمه، ولی در اصطلاح عامیانه بهش میگن همون ملودی منظور هست. She's a very talented musician. A very talented musician، talented کلن یعنی با استعداد، موسیقیدان با استعدادیه. You can make music in lots of ways، شما میتونید موسیقی رو در روش های مختلفی بسازید. You don't need to be a trained musician to enjoy music to the full. A trained musician یعنی موسیقیدانی که تربیت شده دیگه، بالاخره حالا یه درسشو خونده، استاد دیده یا هر چیزی. و عبارت پدرت بخوره جالبی که اینجا داریم، to enjoy music to the full، این عبارت یاد بگیرید. یه چیزی رو اگه ازش استفاده کنید، to the full یعنی به تمامی، به کمال. بخش common mistakes رو هم بخونیم. We say classical music. She loves classical music. موسیقی کلاسیک رو نمیگیم classic music، classical music. و یادتون نره یه کلمه music جمع بسته نمیشه چون uncountable. They played fantastic music for an hour. موسیقی فوق‌العاده‌ای رو برای یک ساعت اجرا کردن. خب دوباره تاکید میکنم که این درس رو با درس موسیقی که در دوره اول کالوکیشن داشتیم اگر بخونید بهره بیشتری میبرید. در بخش صفحه بعدی هم فراموش نکنید که تمرین ها رو انجام بدید. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه آینده.